به نام خدا و با عرض درود خدمت دانشجویان گرامی، آرزو دارم که از سعادت و عافیت کامل برخوردار باشید. دوستان گرامی، ما و شما در درسی هفته هشتم از مضمون حقوق اساسی یک قرار داریم و موضوعات و محتویات را که در جلسه گذشته یا جلسه هفتم ارائه کردیم بیشتر برمیگشت به عناصری متشکله دولت. ما شما در هفته گذشته عناصری متشکله دولت خواندیم، اینکه کدام عناصر باعث می شود دولت شکل بگیره و کدام عناصر عناصری تأسیسی دولت است و اگر این عناصر وجود نداشته باشه یا هر یک از اینها کم باشه دولت شکل نمی گیره. که ما گفتیم در مجموع برای شکل گیری دولت چهار عناصر ضروری و حیاتی است که عبارتند از سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت. سرزمین به محدوده جغرافیایی اطلاق می شود که یک جمعیتی که حکومت ایجاد کردن در آنجا زندگی می کنند و حیات دارند. محدوده سرزمینی و جغرافیا یک کشور برای شکلگیری دولت مهم و حیاتی است. با عنوان کردیم که سرزمین تنها جغرافیای خشک نیست، سرزمین بلکه شاملی فضا، دریاها و خود زمین خشکی یک کشور هم می شود و این سرزمین و محدوده جغرافیای کشورها توسط خطوطی مرزی مشخص و معین می شود که خطوطی مرزی هم می تواند مرزهای طبیعی باشد و هم مرزهای مصنوعی که توسط انسانها و این دولتها شکل می گیرد و وجود می گیرد. معذرت. و همچنان در عنصر جمعیت خواندیم که جمعیت به تعدادی از افراد و اشخاص اطلاق می شود که تابعیت یک کشور دارند و یک حکومت را در آنجا ایجاد کردن. بدون داشتن جمعیت نمی تواند دعای داشتن دولت را کرد و همچنان این جمعیت در این سرزمین مشخص مطمئناً باید حکومت را ایجاد بکنند. تا زمانی که حکومت شکل نگیرد دولت تأسیس نمی شود و نهایتاً این حکومت باید از حاکمیت برخوردار باشه. حکومتی که حاکمیت نداشت اصلا حکومت گفته نمیشه و بنابراین دولت شکل نمیگیره. و همچنان در او هفته ما و شما بعد تفاوت بین دولت و حکومت را بحث گرفتیم، این که گاهن این دو مفهوم در بین بعضی از افراد هر دو به جای هم استفاده میشه. این جایی که باید دولت استفاده کنیم گاهن حکومت میگن و در جایی که باید حکومت بگن دولت میگن. اما ما و شما تفاوت عمده بین حکومت دولت عنوان کردیم که هر کدام از خود اصطلاحاتی مشخصیه و در جای مشخصی باید استفاده شد. و اما در این هفته هشتم فصل پنجم کتاب انشاءالله با هم مطالعه و بررسی خواهیم کرد. ما با شما در فصل پنجمی از کتاب بحثی شناخت دولت ها را از نظر ترکیب و بحث میگیریم. میخواییم انواع دولت ها و اقسام دولت ها را از لحاظ ترکیب بحث بکنیم و بررسی بگیریم. در بحثی ترکیب دولت ها ما تأکید روی نوعی رژیم سیاسی نداریم. ترکیب دولت ها بحثی توزیع قدرت را نشان میده، این که آیا قدرت و صلاحیت ها و اختیارات متمرکز در یک قسمت خاصی از دولت است یا نه اینکه این صلاحیت ها و اختیارات تقسیم شده و در همه جغرافیا از صلاحیت و اختیارات انجام کار برخوردارند. در این هفته انشاءالله خواهیم خواند و خواهیم فهمید که از لحاظ ترکیب به صورت عموم چند نوع دولت وجود دارد و هر کدام از چه مشخصات و انواعی برخوردارند. به طوری که شما در سلاید مشاهده میکنید، فرست مطالب این هفته تقسیم میشود به دو مبحث. در مبحث نخست ما دولت‌های واحد را بررسی می‌گیریم و بحث می‌کنیم. یعنی هدف از درس این هفته شناخت دولت‌ها از لحاظ ترکیب است. همین خاطر که از لحاظ ترکیب معمولاً دولت‌ها را تقسیم می‌کنند به دو بخش. یکی دولت‌های واحد یا بسیط و دیگر دولت‌های مرکب. روی همین اساس ما در مبحث نخست دولت‌های واحد را بحث می‌گیریم که دولت‌های واحد چگونه دولت‌هایی است.
از چه مشخصاتی برخوردار است و چند نوع دولتی واحد خود در نفس خود باز به چی بخش‌ها یا شاخص‌های تقسیم می‌شود؟ و در مبحث دومی دولت‌های مرکب را بررسی می‌گیریم، دولت‌هایی که در مقابل دولت‌های واحد قرار دارند. چگونه دولتی را ما می‌توانیم عنوان دولتی مرکب عنوان بکنیم و این دولتی مرکب از چه مشخصاتی برخوردار است و در درون دولت‌های مرکب از کدام انواع برخوردار می‌باشد؟ پس در مجموع بحثی این هفته ما و شما و بحثی فصل پنجم کتاب روی دولت‌های واحد و مرکب می‌باشد، اینکه دولتی واحد چیست و دولتی مرکب چگونه است و کدام می‌تواند برای پیشرفت و رسیدن حکومت و ملت به اهداف آن مؤثر و مفید باشد. در مقدمه خواستم دوباره یک روشنی بندازیم برای فهمی بهتری دولت‌های مرکب و واحد، اینکه ما می‌خواهیم چه بحثی را در رفته دنبال بکنیم و چه چیزی را بفهمیم. در این فصل دولت‌ها از نظر ترکیب مورد مطالعه قرار می‌دهیم. منظور از تفکیک دولت‌ها از لحاظ ترکیب و ساختار توجه به رژیم سیاسی نمی‌باشد. عرض کردم که ما در ترکیب دولت‌ها از لحاظ ساختار و تقسیم آنها با واحد و مرکب بحثی رژیم سیاسی مطرح نیست که یک نوع رژیم سیاسی خاصی را ما عنوان کرده باشیم یا مشخص کرده باشیم، بلکه هدف از لحاظ ترکیب و ساختار در دولت‌ها تفویض صلاحیت‌های دولت‌ها به مراکز مختلف قدرت است. یعنی ما از لحاظ ترکیب و ساختار می‌خواهیم صلاحیت را مشخص بکنیم که این صلاحیت در کدام مراکز مختلف تقسیم شده، آیا صلاحیت‌ها و اختیارات در یک نقطه معین و مشخص متمرکز شدند یا نه این صلاحیت‌ها و اختیارات پراکنده‌اند و تمام نقاط یا در همه جغرافیای کشور از صلاحیت تصمیم گیری و اجرا برخوردارند. برای اینکه این بحث قابل فهم شود و بتوانیم بهتر تشخیص بدهیم که تفویض صلاحیت به مراکز مختلف قدرت چگونه است، ما در این فصل دولت‌های بسیط و دولت‌های مرکب یا دولت‌های واحد و مرکب را به بحث می‌گیریم. نخست یا مبحث اول، دولت‌های واحد یا دولت‌های بسیط. دولتی واحد یا بسیط به آن دولت‌هایی گفته می‌شود که دارای یک حکومت واحد مرکزی و ملی بوده و حکومت مرکزی به حیث یک شخصیت حقوقی واحد صلاحیت‌های قدرت عالیه را به تنهایی اعمال می‌کند. نکته مهم اعمال صلاحیت‌ها به تنهایی است. او دولتی که دارای یک حکومتی مرکزی و حکومتی واحدی باشد و تمام صلاحیت‌ها را به تنهایی از توسط حکومت مرکزی اعمال شود، به او دولت میگن دولت واحد یا دولت بسیط. فرض بفرماییم که دولت از ولایت‌های متفاوت یا از ایالت‌های متفاوت به وجود آمده، اما تمامی قدرت و صلاحیت‌ها و اختیارات در یک نقطه جمع شده باشه و همه تصامیم از همونجا اتخاذ شده، به این نوعی از دولت و به این شکلی از دولت میگن دولتی بسیط یا واحد. چرا که در این دولت صلاحیت‌ها و اختیارات در یک نقطه جمع شده و متمرکز شده و به واحدهای محلی اختیارات و صلاحیت‌های تصمیم گیری داده نشده، به این دولت میگن دولتی واحد یا بسیط. اصطلاحاً دولتی بسیط را دولتی تک بافت، تک ساخت، واحد، یک پارچه، به نوعی وحدتگرا هم یاد میکنند. اصطلاحات تک بافت، تک ساخت، واحد، یک پارچه، وحدتگرا، بسیط، هر کدام از اینا را ما وقتی که برای دولت استفاده میکنیم منظور و مقصود این است که در این قسمی از دولت صلاحیت ها و اختیارات در یک نقطه مشخص جمع شده و حکومت‌های محلی
و ولایت ها از صلاحیت و اختیارات برخوردار نیستند. هر کار و عملی را که حکومت های محلی انجام میدن باید به دستوری حکومتی مرکزی انجام بدن و تمامی حکومت های محلی یا ولایات پاسخگو در مقابل حکومت مرکزی بوده و باید برای انجام امور از حکومت مرکزی اجازه بگیرن. زمانی که وضعیت و عملکرد حکومت این گونه بود، این نوعی دولت را میگن دولتی بسیط یا دولتی واحد. برای فهمی بیشتر دولتی واحد خوب است که ما مشخصات دولتی بسیط یا واحد بفهمیم و بدانیم که یک دولتی بسیط یا یک دولتی واحد از چه مشخصاتی برخوردار است. ما در سلایدی که شما مشاهده میکنید 6 مشخصه یا 6 ویژگی برای دولت بسیط را عنوان کردیم. نخست، وجود یک مرکزی فرماندهی و سیاسی. دولت بسیط به او دولتی گفته میشه که فرماندهی مرکزیت داره، یعنی از یک جا فقط فرمان داده میشه، از یک جا فقط دستور داده میشه. سیاست و فرماندهی و دستوردهی واحد است. مثلا فرض بفرماییم که تمام فرامین از کابل صادر می شود، یعنی میگن دولتی واحد یا بسیط. هیچ ولایت و حکومتی محلی دیگر حقی فرمان دادن را ندارند. فرمان دادن به معنای سطحی کلان حکومتی، به معنای تصمیم گیری های بزرگ. پس اگر وجود یک مرکز فرماندهی وجود داشت در داخل دولت، پس بفهمیم که این نوع دولت دولتی بسیط یا واحد است. دوم، تمرکز وظایف و اختیارات در مرکز کشور. هر نوع دولتی که وظایف، اختیارات و صلاحیت ها در مرکز متمرکز شد، او را دولتی واحد میگن یا بسیط میگن. اگر اختیارات پراکنده بود و در حکومت های محلی هم داده شده بود، دولتی واحد نیست. و اما اگر اختیارات و صلاحیت ها در حکومت مرکزی و در یک نقطه مشخص متمرکز شده بود و یک جا شده بود، این نوع دولت رو دولتی واحد میگن. ویژگی دیگری دولتی واحد یا دولتی بسیط، قانون اساسی واحد است. دولت های واحد یا بسیط از یک قانون اساسی برخوردارند. اما ما در دولت های مرکب، مثلا در دولت های فدرال، هر کدام از ایالت ها از خود هم یک قانون اساسی مشخص دارد، ولی دولت های واحد یا بسیط فقط از یک قانون اساسی برخوردارند، به قانون اساسی واحد. چهارم، عدم تفکیک پذیری قدرت. در دولت واحد و در دولت بسیط قدرت تفکیک پذیر نیست، یعنی قدرت تقسیم نشده به قسمت ها و بخش های متفاوت که ما بفهمیم که قدرتی حکومتی مرکزی چی اندازه است و چه قدر است و در چه حوزه است و قدرتی حکومتی مرکزی چگونه است. نه، حکومت های محلی اصلا از قدرت برخوردار نیستند در مقابل حکومت مرکزی. پنجم، مرکز اصلی حاکمیت در پایتخت مستقر است. در حکومت های واحد و در دولت های واحد مرکز اصلی حاکمیت پایتخت کشور است. اگر پایتخت کابل است، پس مرکزیت اصلی حاکمیت کابل است. و اگر مرکز قندهار است و پایتخت قندهار است، مرکز اصلی حاکمیت قندهار است. دیگه ولایت ها از حاکمیتی که در مرکز برخوردار هستند نیست. و ششم، شعبات محلی از اختیارات و صلاحیت های مستقل برخوردار نیستند. در حکومتی، در دولتی واحد، شعبات محلی منظور ما از ولایت ها است. مثلا شما اگر افغانستان در نظر بگیرین، هر یک از ولایات افغانستان یک شعبه محلی و یک حکومتی محلی عنوان می شود. اگر نوعیت دولت دولتی واحد باشه که در افغانستان دولتی واحد هم هست،
ولایت ها از اختیارات و صلاحیت های مستقلی برخوردار نیستند. والی در ولایت در امورات کلان و در تصمیم گیری های بزرگ بدون اجازه حکومت مرکزی نمیتونه امری را اتخاذ بکنه و انجام بده. باید در انجام هر کار کارهای بزرگتر اجازه حکومت مرکزی را با خود داشته باشه، در غیر آن صلاحیت انجام کارهای بزرگ را در حکومت محلی خود نداره، زیرا که در دولت‌های واحد به حکومت‌های محلی یا شعبات محلی صلاحیت‌ها و اختیارات مستقل داده نشده. اما دولتی واحد یا بسیط چند نوع می باشد؟ ما چند نوع دولتی بسیط داریم؟ گرچه بیشتر انواع دولت‌های بسیط بحث شده، اما در اینجا ما و شما دولتی بسیط تقسیم می‌کنیم به دو حالتی یا دو نوع دولتی بسیط یا واحد. یکی دولتی بسیطی متمرکز داریم و یکی دولتی بسیطی غیر متمرکز. در دولتی بسیطی متمرکز یگانگی سیاسی و اداری توسط قدرت مرکزی، اتخاذ تصامیم کلی در مرکز، بسیج منافع توسط حکومت مرکزی و تخصیص منابع به سراسر کشور. در چی دولت بسیط متمرکز و چی دولت بسیط غیر متمرکز؟ هر دو دولت واحد است، یعنی حکومت های محلی مستقلن خودشان از صلاحیت های خاصی برخوردار نیستند. صلاحیت ها همه جمع شده در حکومت مرکزی در پایتخت. اما دولتی بسیط متمرکز کاملا صلاحیت هایی که خودش داره خودش اعمال میکنه و حکومت های محلی هیچ صلاحیت و اختیاری نمیده و حکومت های محلی یا ولایت ها در هیچ امری اتخاذ تصمیم گیری مستقل ندارند و امورات به صورت کلی از طرف حکومت مرکزی یا پایتخت دستور داده میشه برای حکومت محلی. یعنی میگیم دولت بسیط متمرکز. اما دولت بسیط غیر متمرکز میگه دادن قدرت اتخاذ تصمیم گیری های اداری به مقامات محلی. در دولت بسیط غیر متمرکز صلاحیت ها از آن دولت مرکزی هست، اما قسمتی از این صلاحیت ها و قسمتی از این تصامیم را دولت مرکزی خود به خواست خود برای حکومت محلی تفویض میکنه و این صلاحیت ها رو به حکومت محلی میده تا یا در قسمت خاصی از تصمیم گیری ها مستقلانه عمل بکنه. پس از آن جایی که در واقع صلاحیت و اختیارات از آن حکومت مرکزی و پایتخت است، ما دولت میگیم دولت بسیط. ولی از روی این که این صلاحیت ها و اختیارات قسمتی از این صلاحیت ها و اختیارات را دولت مرکزی خودش برای دولت محلی یا مقامات محلی داده، میگیم دولت بسیط غیر متمرکز، یعنی کاملا قدرت در اختیار خود قرار نداده و متمرکز نکرده. روی این صورت عنوان میکنیم میگیم دولت بسیط غیر متمرکز. و اما در مبحث دوم دولت های مرکب رو میخوام به بحث بگیر. ما دولت های بسیط فهمیدیم که چگونه است، اما دولت های مرکب چگونه است؟ و در ختم این مبحث شما میتونین تحلیل بکنین و بفهمین که آیا برای یک دولت و به خصوص دولت خود ما و شما در افغانستان خوب است که ما از دولتی واحد و بسیط برخوردار باشیم، یعنی این که از یک دولت مرکب برخوردار باشیم. کدام میتواند در شرایط و مقتضیات جامعه ما و شما مفید واقع شود و منافع ملی ما و شما را بهتر تأمین بکنه؟ اما دولت های مرکب چیست؟ چگونه دولت را دولت مرکب میگن؟ دولت های مرکب به آن اجتماعی از دولت ها اطلاق میگردد که در محور یک دولت مرکزی یک جا شده و دولتی واحد را تشکیل میدهند. ببینید دولت های مرکب به حد صلاحیت ها تقسیم شده است که هر یک از بخش ها یا حکومت های محلی یا ایالت ها را نوعی دولت میگن. یعنی میگن اجتماعی از دولت هاست، یعنی دولت های مستقلی هم که با هم دیگر یک جا شدن و یک دولت مرکزی یا واحد به وجود آوردن. پس هر کدام از این واحد ها خودشان نیز یک دولت
عنوان می شوند و اطلاق می شوند. در دولت های مرکب مرکز قدرت و تطبیق حاکمیت واحد نبود و هر دولت عضو دارای صلاحیت می باشد. پس دولتی مرکب نوعی از دولت است که صلاحیت ها، اختیارات و تطبیق حاکمیت و قدرت کاملا منحصر به حکومت مرکزی یا پایتخت نیست، بلکه این صلاحیت ها و اختیارات تقسیم شده است بین اعضا و حکومت مرکزی یا دولت مرکزی. پس تفاوت بین دولت مرکب و دولت بسیط در این است که در دولت بسیط همه صلاحیت ها و اختیارات جمع میشه در دولت مرکزی در یک نقطه واحد، اما دولت مرکب برعکس صلاحیت ها و اختیارات در یک نقطه واحد جمع نمیکنه، حاکمیت از یک جا تطبیق نمیکنه، بلکه این صلاحیت ها و اختیارات میاد تقسیم میکنه بین اعضایی که دولت مرکب رو به وجود آورده. مشخصات یک دولت مرکب چیست؟ یک دولت مرکب از چه ویژگی های برخوردار است؟ برای اینکه بهتر بتوانیم دولت مرکب بفهمیم، خوب است که مشخصات یا شاخص ها و ویژگی های دولت مرکب یاد بگیریم. نخست، وجودی چند کشور دارای حاکمیت سیاسی و حقوقی. دولت مرکب به او دولتی گفته می شود که چند کشور مستقل دارای حاکمیت های سیاسی و حقوقی باشند، یعنی چند کشور که با هم یک جا شدن که هر کدام از خود حاکمیت دارند. ما و شما حاکمیت رو تعریف کردیم، وقتی میگیم از خود حاکمیت دارند یعنی قدرتی برتری در آنجا وجود داره. زمانی که قدرتی برتری وجود داره، پس به معنای این است که حاکمیت داره. پس این ایالت هایی که هر کدام از یک حاکمیت سیاسی و حقوقی خاصی برخوردارن با همدیگر یک جا می شوند و یک دولت مرکزی را می سازند و این دولت را دولت مرکب میگن. پس یک ویژگی اینه که در دولت مرکب وجود چند کشور دارای حاکمیت سیاسی و حقوقی باید باشه. اگر چند کشوری که دارای حاکمیت سیاسی و حقوقی نباشه با همدیگر یک جا نشوند، نمیتونیم بگیم دولت مرکب به وجود آمده. پس حالا اگر ما بخوایم بگیم افغانستان را با حالت دولتی مرکب تصور بکنیم، شاید پیش شما سوال خواهد شد که اینجا چند تا دولت مستقل نیست که ما اینها را با هم دیگر یک جا بکنیم تا افغانستان شود دولتی مرکب. نه، وقتی شما به ولایت ها به هر کدام صلاحیت و اختیارات خاصی دادین و به هر کدام از حاکمیت دولت برخوردار بودن، خودشان نوعی دولت میشن و اینا به عنوان یک ایالت عمل میکنن. ما میتونیم ما بگیم نوعی حکومت فدرال یا دولت فدرال در اینجا ایجاد بکنیم، آنچه آقای پدرام سال هاست بیان میکنه و پیگیری میکنه. دوم از مشخصات دولت مرکب انتقال بخش از حاکمیت به دولت مشترک و متحد. ما در شماره نخست گفتیم داشتن حاکمیت، یعنی او دولت های مندگر جمع شوند که از حاکمیت برخوردار باشند. مشروط بر این که اینهایی که از حاکمیت برخوردارن بخشی از حاکمیت خود به دولت مشترک و متحد انتقال بدن. اگر تمام حاکمیت خود در دست خود داشته باشن به حفظ بکنن، خب پس دولت کاملا مستقل شده و اینا رو ما نمیتونیم دولت مرکب عنوان بکنیم، هر کدوم از خود جدا هستن. اما اگر این دولت های مستقل که از حاکمیت برخوردارن از یک قسمتی از حاکمیت خود گذشتن و این قسمتی از حاکمیت را انتقال دادن به دولت مرکزی یا دولت مشترک و متحد، اینجا دولت مرکب شکل میگیره. مثلا معمولا در دولت های مرکب هم سیاست خارجی مستقل نمیتونن داشته باشن، در حالی که ما شما در دولت های مستقل که کاملا مستقل میبینیم که از سیاست خارجی واحد و مستقل برخوردارد و هیچ کشور دیگه بر سیاست خارجی از آنها کاری ندارد. اما در دولت های مرکب ایالت ها و یا حکومت های محلی که مستقلانه هم عمل میکنن، در بعضی از قسمت های حاکمیت مستقلانه نمیتونن عمل بکنن، مثلا بحث سیاست خارجی آنها.
سوم حفظ شخصیت حقوقی و سیاسی خود. از ویژگی ها و مشخصات دیگر دولت مرکب است که شخصیت حقوقی و سیاسی واحدها و اعضا باید حفظ شود. اگر شخصیت حقوقی و سیاسی اعضا حفظ نشود و رعایت نشود، معنای است که دولت مرکب شکل نگرفت. چهارم، ایجاد نهادها و ساختارهای مشترک. از دیگر مشخصات دولت مرکب اینه که بین اعضا و دولت مشترک و متحد باید نهادها و ساختارهای مشترک ایجاد شود، شکل بگیرد. و در نهایت پنجمین مشخصه دولت مرکب، وجود چند مرکز عملکرد سیاسی یا تصمیم گیری یا فرماندهی است. ما در دولت های بسیط می گفتیم واحد بودن مرکز فرماندهی، اما در دولت های مرکب می گیم متعدد بودن مرکز فرماندهی یا سیاسی. در دولت های واحد فرمان و دستور از یک نقطه و از یک جا داده می شود، اما در دولت های مرکب فرماندهی از چندین جا صورت میگیری، یعنی هر کدام از اعضا صلاحیت دستور و فرماندهی و عملکرد سیاسی را دارد. مانند دولت های بسیط، دولت های مرکب نیز به انواع متفاوت تقسیم می شود. مثل که ما گفتیم دولت های بسیط می تواند بسیط متمرکز باشد یا بسیط غیر متمرکز. دولت های مرکب هم انواعی متفاوت دارند. یکی از انواع دولت های مرکب اتحاد شخصی است. اتصال شخصی هنگامی به ظهور می رسد که دو یا چند دولت مستقل با حفظ استقلال داخلی و خارجی خود تحت قیادت یک پادشاه یا سلطان قرار می گیرند. اما چرا این کار می کنند؟ ببینین، اتصال شخصی چی زمانی صورت می گیره؟ زمانی که دو یا چند دولت مستقل با حفظ استقلال داخلی و خارجی خود، ببینین، هم استقلال داخلی و هم استقلال خارجی آنها با وصف این که استقلال داخلی و خارجی خود حفظ میکنن، میان تحت یک پادشاهی یا حکومتدهی واحد قرار میگیرن که این نوعی از دولت مرکب میگن اتصال شخصی. این اتصال شخصی به این خاطر است که هر یک از این دولت های واحد نمیتوانن به تنهایی خود بتوانن منافعی که دارن، اهدافی را که دارن بتونن برآورده بکنن. پس برای این که به اهداف خود درست دست پیدا بکنن و بتوانن اهداف خود را تأمین بکنن، میان با همدیگر اتصال شخصی میکنن. یک اتحاد شخصی بین از اینا شکل میگیره که همین نوع ما میگیم دولت مرکب. چندین پادشاهی است، اما این همه پادشاهی های متفاوت میان از یک پادشاهی واحد اطاعت میکنن یا اتحاد میکنن با حفظ این که استقلال داخلی و خارجیشان حفظ میشه. این نوع دولت رو دولت مرکب میگن. نوع دیگه از دولت اتحادی واقعی است. اتحادی واقعی هنگامی صورت میگیرد که دو یا چند کشور تحت قیادت یک پادشاهی قرار گرفته، به گونه ای که در سیاست داخلی خود مستقل اما در سیاست خارجی، دفاعی ملی و امور مالی مستقل نیستند. ببینید، اتحادی واقعی از اتصال شخصی قوی تر است. به چی معنا؟ که در اتصال شخصی دولت هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ خارجی از استقلال برخوردار بود. فقط یک اتحاد بین دولت ها به وجود می آید تا یکی بتوانن با کمک هم دیگر منافع خود رو بهتر تامین بکنن. اما در اتحادی واقعی این گونه نیست. در اتحادی واقعی دولت هایی که با هم دیگر یک جا می شوند و یک اتحاد شکل می دن، بعضی از صلاحیت ها، حاکمیت و اختیارات خود از دست می دن. از جمله در بحث سیاست خارجی، دفاعی ملی و امور مالی دیگر مستقل نیستن اگر اتحادی واقعی رو شکل دادن و وجود آوردن. پس اتحادی واقعی قوی تر است از اتصال شخصی.
از جمله انواع دیگر دولتی مرکب دولت‌های کانفدرال است. به چه نوع دولت کانفدرال میگن؟ دولت‌های کانفدرال ترکیبی از کشورهای مستقلی است که با حفظ استقلال داخلی و خارجی خود به وسیله یک پیمان به هم اتفاق می‌نمایند. تعدادی از کشورهایی که میان با هم دیگر اتفاق می‌کنند و یک پیمان با هم دیگر امضا می‌کنند و با هم یک جا میشن مشروط بر این که استقلال داخلی و خارجیشان هم حفظ شود، همین نوعی از پیمان و همین نوعی از شکل گیری دولت را دولت کانفدرال میگن. او کشورهایی که او دولت‌هایی که با هم دیگر اتحاد کردند، پیمان امضا کردند و با هم دیگر توافق کردند، اما سیاست داخلی و خارجیشان کاملا حفظ شده، رعایت شده، این نوعی شکل گیری از دولت و دولت مرکب را دولت کانفدرال میگن. در این حالت دولت‌های عضو بعضی از سلطه‌های خود را به یک نهاد مشترک و مرکزی به نام دیتفیز می‌نمایند. در دولتی کانفدرال استقلالیت اعضا کاملا وجود دارد، اما قسمتی از صلاحیت‌ها را به دولت مرکزی که او را به نام دیت یاد می‌کنند داده می شود. به منظور چی؟ به منظور اینکه بتوانند با اهداف خود دست پیدا بکنند. شما در خط پایین سلایت هم مشاهده می کنید که هدف از تشکیل کانفدریشن رسیدن به اهدافی است که دولت های عضو به تنهایی نمی توانند با آن قائل شوند. چرا یک کانفدرال صورت می گیرد؟ چرا یک کانفدرال به وجود می آید؟ به خاطر اینکه هر یک از اعضا به تنهایی خود نمیتونند به اهداف خود دست پیدا بکنند، میان با هم دیگر یک جا میشن و یک کانفدریشن ایجاد میکنند. با کمک این کانفدریشن میتونن هر کدام از اعضا اهداف خود را تامین بکنند. پس به این خاطر کانفدریشن به وجود میاد و این کانفدریشن نوعی از دولتی مرکب است. و دیگر از انواع دولت، دولت‌های فدرال است که مهمترین نوعی از دولت‌های مرکب هم دولت‌های فدرال است. به مجموعه از ایالات و مناطق خودمختاری اطلاق می‌شود که به وسیله یک قانون اساسی فدرال با هم پیوند خورده و یک دولت واحد را تشکیل می‌دهند. دولت فدرال به اون مجموعه از ایالات و مناطق خودمختار اطلاق می‌شود که به وسیله یک قانون اساسی با هم دیگر یک جا شود. یعنی ایالت‌های یا مناطق خودمختاری، یعنی مستقلی که از صلاحیت برخوردارن، همین مناطق خودمختار و همین ایالت‌ها را زمانی که یک قانون اساسی جمع می‌کند و در کنار هم قرار می‌دهد، این نوع شکل‌گیری به ایجاد را میگن دولت فدرال. زیرا این ایالت‌ها و این مناطق از صلاحیت و اختیارات برخوردار است. ها مانند دولتی بسیط یا واحد نیست که صلاحیت ها و اختیاراتشان کلن در دست حکومت مرکزی باشند. نه، این ایالت ها و مناطق خودمختاره که به وسیله یک قانون اساسی فدرال با هم پیوند خوردن و جمع شدن، از صلاحیت و اختیارات برخوردارند. معمولا صلاحیت ها و اختیارات در کشورهای فدرال در دو سطح قابل بحث است. یک، صلاحیت ها و اقتدار دولت مرکزی و دیگر صلاحیت و اقتدار دولت های عضو. ما شما در دولت های بسیط دو نوع صلاحیت نداشتیم. صلاحیت و فرماندهی و عملکرد سیاسی واحد بود، در یک جا فقط بود. ما میگیم در دولت های فدرال دو سطحی از صلاحیت و اختیارات و اقتدار قابل بحث است. یکی صلاحیت و اقتدار دولت مرکزی و دیگر صلاحیت و اقتدار دولت‌های عضو. یعنی یک قسمتی از صلاحیت‌ها، اختیارات و اقتدار به دولت مرکزی داده شده و اما یک قسمت دیگری از صلاحیت‌ها و اختیارات و اقتدار به دولت‌های عضو داده شده است. روی همین صورت میگن دولتی مرکب یا فدرال. قابل ذکر است که دولت‌های عضو نیز دارای قانون اساسی می‌باشند. ما در دولت‌های فدرال یک قانون اساسی کلی داریم، اما در داخل ایالت‌ها و این مناطق خودمختار نیز قوانین اساسی وجود دارد. هر کدام از قوانین اساسی خاص خود پیروی می‌کنند و اطاعت می‌کنند. روی این اساس از صلاحیت و اختیارات برخوردار است.
پس به صورت عموم و در یک نتیجه گیری می توان گفت که دولت ها به لحاظ ساختار و ترکیب می تواند به دولت های بسیطف یا دولت های مرکب تقسیم شود. دولت های بسیطف اون نوعی از دولت هاست که اختیارات و صلاحیت ها در یک نقطه مشخص جمع شده باشد و متمرکز شده باشد، و اما دولت های مرکب به اون نوعی از دولت ها اطلاق می شود که صلاحیت و اختیارات در یک نقطه جمع نشده، متمرکز نشده، بلکه بین ایالت ها و واحد ها تقسیم شده است، که دولت های بسیط هم می تواند بسیط متمرکز باشد و هم بسیط غیر متمرکز، و دولت های مرکب هم انواع متفاوت داشته، از اتصال شخصی، اتحادی واقعی، کنفدرال و فدرال. بحث یه هفته ای ما تا همینجا به پایان می رسد. انشاءالله که بحث های دیگر و ادامه این مباحثی حقوق اساسی یک را با شما قوان داشته باشیم. تا هفته بعدی شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می